سلام و خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 24 ماه جوزای سال 1399 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. اعتراف نامزد وزیر صحت عامه از ناتوانی این وزارت در شناسایی آزمایشگاهی تمامی بیماران کووید 19 در کشور. سکتور خصوصی بله اجازه دارم که لابراتوارهای تشخیص را ایجاد کنند، ماشین‌های PCR را میتونن خریداری کنند و بتونن همین خدمات را به مردم فراهم کنند. انتقادها از جلوگیری از پخش گزارش‌های تازه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری. جلوگیری از نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در مورد تدارکات یک مداخله مستقیم در کارهای نهادهای مستقل است. احضار سفیر افغانستان در تهران نسوی وزارت خارجه ایران در پیوند به اعتراض‌ها در برابر ایران. ولی خلاف تمام عرف و اصول دیپلماتیک امروز سفیر افغانستان در ایران و وزارت خارجه ایران احضار شده که چرا شما در افغانستان علیه ایران تظاهرات میکنید؟ برگزاری روز ملی مادر زیر سایه ویروس کرونا در افغانستان. و بازماندن 40 میلیون کودک پاکستانی از واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان. مشروح خبرها. وزارت مالیه میگوید که تا کنون 3 میلیارد افغانی و 15 میلیون دلار از بودجه حکومت در مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که وزارت صحت عامه و اداره مستقل ارگانهای محلی مسئولیت هزینه کردن این پولها را دارند، اما تا کنون این دو نهاد گزارش از چگونگی هزینه شدن این پولها به وزارت مالیه نفرستادند. دیدبان شفافیت افغانستان نگران حیف و میل این پولها و کمک های جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور است. در همین حال شمار از خانواده های بیماران کووید 19 می گویند که برای زنده ماندن بیمارانشان ناگزیر هستند از بازار اکسیژن بخرند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. کمک های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از 600 میلیون دلار رسیدند. از این میان وزارت مالیه تا کنون 20 میلیون دلار از بانک جهانی دریافت کرده است. وزارت مالیه میگوید که تا کنون 15 میلیون دلار از سوی وزارت صحت عامه و 3 میلیارد افغانی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی از بودجه حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شدند. اما تا کنون گزارشی از چگونگی هزینه شدن این پولها در دست نیست. ما متعهد هستیم که به نزدیکترین فرصت و اساس ضرورت از بودجه ملی افغانستان 10 میلیون دلار دیگر هم به وزارت محترم صحت عامه و ادارات دیگر بسپاریم. تر اوسه پورې دغه ټول بودجه په بشپړه توګه نه ده مصرف شوی، بلکې یوه برخه یې پاتې هم ده. د موږ والي صاحبانو دوه واره د مصرف شوی بودجه په اړه باندې هم خلکو او هم رسنیو ته حساب ورکړی ده. در حالی که انتقادها از نارسایی در خدمات بهداشتی برای بیماران و نیز کمبود ظرفیت و دستگاه‌ها در شفاخانه‌های کووید 19 وجود دارند، چگونگی هزینه شدن این کمک‌ها با پرسش‌های روبرو شدند. حکومت افغانستان در تأمین مشارکت مردم در ساختن بودجه مربوط به کووید 19 ناکام بوده. حکومت نتوانسته شفافیت را در مصارف بودجه کووید 19 تأمین کند و زمینه حسابدهی به مردم را فراهم سازد. شماری از خانواده های بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان جاپان می گویند که امکانات بهداشتی در این شفاخانه محدود است و آنان برای زنده ماندن بیمارانشان ناگزیر از بازار دارو و اکسیژن می خرند. خیانتکار هستند. ولی اگه یک خدمت باشه، اگه یک خدمت می بود تو برای مریض مردم از دست می رفت. امیال یک مریض می آید فهمید دین روز یک مریض آمده، یعنی اینجا فهمید استاد است، مگا اکسیژن نیست. او عاجل است، مگا اکسیژن نیست. ما چطور کنیم؟ معلوم نیست کجا میره کمک. اگر که گاز است، گاز سودا میشه، پیسه هم مشکل نیست، چقدر کمک ها را گرفتن، کجا میره ولی هیچ معلوم نیست. خاکیت معلوم است به خود ما شما که میره به کسی که میرسه در جیب خود میمانه، نمیخره. از سوی دیگر برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور، برخی از نهادهای جهانی و کشورهای دیگر پول، دارو و افزارهای بهداشتی کمک کردند.
نامزد وزیر صحت عامه میگوید که شناسایی آزمایشگاهی تمامی بیماران کووید 19 از توان نهاد بیرون شده. این مقام وزارت صحت عامه میگوید که با بحرانی شدن اوضاع از رهگذر گسترش ویروس کرونا در کشور، شعبه شناسایی بیماران کووید 19 در گامان خاص از آزمایش‌های آزمایشگاهی به گونه کلینیکی تغییر خواهد کرد. نامزد وزیر صحت عامه میگوید که پس از این هر بیماری که نشانه های بیماری کووید 19 را داشته باشد، بیماری کووید 19 شناخته خواهد شد. نامزد وزیر صحت عامه میافزاید که پس از این در کنار آزمایشگاه های دولتی برای بخش خصوصی نیز اجازه داده خواهد شد که از بیماران کووید 19 آزمایش بگیرند. وزارت صحت عامه هیچ آمار درباره موجودیت ابزارهای آزمایشگاهی به دست نمیدهد. گلاب‌الدین غبار در این باره گزارش دارد. در اوضاعی که کشور از رهگذر گسترش ویروس کرونا با یک فاجعه انسانی روبروست، وزارت صحت عامه ناتوانیش را در این باره اعلام می کند و می گوید که بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال خواهد شد. سکتور خصوصی، بله، اجازه دارن که لابراتوری تشخیص را ایجاد کنند، ماشین پی سی آر را می توانند خریداری کنند و بتوانند خدمات به مردم فراهم کنند. زمینه را برای فساد و خردبرد آماده میکنه حکومت افغانستان. بر بنیاد آمارها تاکنون چندین کشور برای دولت افغانستان افزارها یا کتهای شناسایی کمک کردند، اما تاکنون در حدود نیم این افزارها مصرف شدند. اکنون نامزد وزیر وزارت صحت میگوید که پس از این شفاخانه های خصوصی مجوز آزمایش این بیماری را به دست خواهند آورد. راهکار جدیدی که پیشنهاد صورت گرفته و اصلا از امروز عملا صورت میگیره به خاطر ریسک که ما بتونیم کل سیستم سی افغانستان به خاطر مریضای خود، به خاطر مردم خود آماده و بسیج بسازیم. وزارت صحت عامه درباره افزارهای شناسایی این بیماری آماری به دست نمیدهد که تا چی اندازه این افزارها به کار رفتند و تا چی اندازه از این افزارها را در اختیار دارند. میلیون ها دلار از طرف جامعه جهانی به خاطر مبارزه با کرونا بر افغانستان کمک شد، ولی متاسفانه با نبودن مدیریت ضعیف وزارت صحت عامه پولا حیف میل شدن. بر بنیاد آمارها از میان 55 هزار تنی که آزمایش شدند، در حدود 24 هزار تنی آنان مبتلا به ویروس کرونا بودند. وزارت صحت یک مسئله را اعلان کرد که شفاخانه شخصی میتونه که بعضی به بعد مریضای کووید 19 را تداوی کنند، دیگه اکثریت مریضا رفتن، دیگه بسیار مردم بسیار بی‌باور هستند. وزارت صحت عامه یقینا نتانست و او قسمی که ادعا میشد وضعیت را مدیریت کنه. شهروندان کشور میگویند که اگر حکومت در کار مبارزه با این ویروس به گونه جدی دست به کار نشود، کشور گواه مرگ های گروهی خواهد بود. رئیس دبیرخانه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک میگوید که بلت های گوناگون از 5 ماه بدین سو پخش 2 گزارش مهم درباره فساد و آسیب پذیری ها در وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی در ریاست جمهوری با تاخیر روبرو شدند. وی می‌افزاید که در این 5 ماه بارها برای بحث درباره این گزارش ها در کمیته حاکمیت قانون از ریاست جمهوری و شورای حاکمیت قانون درخواست کرده، اما تا کنون به این خواست پاسخ مثبت دادن نشده. از سوی هم بر بنیاد یک دستور رئیس جمهور که نسخه از آن به تولو نیوز رسیده، الهام عمر هوتکی همزمان با نهایی شدن گزارش اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری درباره تدارکات عامه، رئیس دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی را رئیس اداره گمرک های کشور پیشنهاد کرده و رئیس جمهور نیز این پیشنهاد را منظور نموده. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. رئیس دبیرخانه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که 2 گزارش مهم درباره آسیب پذیری ها در تدارکات عامه و وزارت مالیه چند ماه پیش نهایی شدند، اما این گزارش ها از 5 ماه بدین سو به علت های گوناگون در ریاست جمهوری به بحث گرفته نمی شوند. این سند ها نشان می دهند که بارها این کمیته از ریاست جمهوری و شورای حاکمیت قانون خواسته است که درباره این گزارش ها بحث و گفتگو شود. اساس تعقیب های مکرر که با مقام عالی ریاست جمهوری و با شورای عالی حاکمیت قانون ما داشتیم، با ما وعده سپرده شد که در هفته جاری و یا در هفته آینده در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون تنظیم می گردد و بعد از او نشر می شود.
دیدبان شفافیت تأخیر در پخش گزارش های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را نبود اراده جدی حکومت در برابر فساد می داند. جلوگیری از نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در مورد تدارکات یک مداخله مستقیم در کارهای نهادهای مستقل است که نشان دهنده عدم اراده سیاسی به خاطر مبارزه با فساد است. از سوی هم این سند نشان می دهد که الهام عمر هوتکی هنگامی که سرپرست اداره امور نیز بود رئیس کمیته نظارت و ارزیابی را به اداره گمرک های کشور پیشنهاد کرد و رئیس جمهور این پیشنهاد را منظور کرد. رئیس کمیته نظارت و ارزیابی می گوید که او از این پیشنهاد خبر نداشته است. در لوی خبره در چه در گزارش پر نخ پراول الهام هوتکی در تدارکات ملی په چیر دی وی مهمی او لوی اداری واک او مشری او بل چاته ورکوي له وزارت مالی څخه د درې ادارو جلا کول او اداري امور ته سپارل هم د دوی طرحه د دوی هدف د فساد مرکزی کول او د سترو عایداتي منابعو تر خپل کنټرول لاندې راوستلو. این بار اداره تدارکات از پاسخ دهی شانه خالی میکند، اما ریاست جمهوری با فرستادن پیام میگوید که این گزارش ها زیر بررسی هستند و رهبری حکومت برای اصلاحات همه جانبه به ویژه در بخش های زیربناها، عواید، گمرک ها و مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخله زورمندان و مافیا کار می کند. بر بنیاد اطلاعات نخستین در گزارش های کمیته نظارت و ارزیابی، 50 مورد آسیب پذیری های جدی در تدارکات عامه و 80 مورد آسیب پذیری ها در عواید و گمرک های وزارت مالیه شناسایی شدند. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران در خبرنامه گفته که سفیر افغانستان را برای توضیح درباره آنچه ایران آن را تحرکات شمار از جریان های معدود سیاسی افغانستان در برابر ایران و نیز برخی از اقدام های اهانت آمیز و تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفته احضار نموده. اما شماره از دیپلماتان پیشین میگویند که آنان انتظار داشتند که وزارت خارجه کشور چنین برخورد با سفیر ایران در کابل داشته باشد. مسعود انصار گزارش میدهد. وزارت خارجه ایران علت احضار سفیر افغانستان را در تهران حرکت‌های ضد ایران در کشور گفته است. در خبرنامه این وزارت علت احضار سفیر افغانستان را حرکت اهانت آمیز در برابر سفارت و نمایندگی های ایران در افغانستان گفته شده است. مردم عوام افغانستان از حوادثی اخیر که بالای مهاجرین در ایران رخ داده هنوز داغدارند، ولی خلاف تمام عرف و اصول دیپلماتیک امروز سفیر افغانستان در ایران به وزارت خارجه ایران احضار شده که چرا شما در افغانستان علیه ایران تظاهرات میکنید. سفیر افغانستان در ایران در حال با وزارت خارجه ایران احضار شده است که وزارت امور خارجه سندهایی را در باره بدرفتاری نظامیان ایرانی در برابر مهاجران افغانستان به حکومت ایران سپرده است. ای که ما افغانستان سفیر از اونا را احضار نکردیم، شاید که افغانستان فعلا مشکلات زیادی داره که مدیریت باید بکنه و نخواست که ای کار بکنه، اما ای که اونا سفیر ما را احضار کردن ای یک انتهای مسخرگی است. متاسفانه ضعف دستگاه دیپلماسی ما است که نمیتونیم سفیر ایران احضار کنیم و مواردی که در ایران رخ داده بالای شهروندان ما بیان و یا برای حکومت ایران برسانه. شماری از شهروندان کشور در روزهای اخیر در واکنش به شکنجه و به دریا افگندن مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی و نیز جان باختن 30 مهاجر در استان یزد ایران تظاهراتی را در برابر سفارت ایران در کابل و نیز نمایندگی های این کشور در شماری از ولایت ها داشتند. سفیر افغانستان وقتی که توسط ایران احضار میشد، ما فکر میکنم خیلی معجن نیست، به دلیل اینکه ایران نتونسته اتهاماتی که بر خودش وارد است او را به نحوی صاف بسازه و او را واضح بسازه. پس از بدرفتاری و بدریا افغندن مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی و نیز جان باختن 3 مهاجر افغانستان در استان یزد ایران، حکومت هیئت‌هایی را برای بررسی این رویدادها گماشت، اما نتیجه بررسی های این هیئت‌ها از سوی حکومت همگانی نشد.
24 ماه جوزا روز ملی مادر در کشور است. شماره از شهروندان کشور این روز را گرامی می دارند. این شهروندان امسال روز مادر را در اوضاع متفاوت تر برگزار می کنند. آنان می گویند که در کنار ناامنی ها گسترش ویروس کرونا نیز خاطر خانواده ها را پریشان ساخته و این روز را در انزوا برگزار می کنند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. شمار کسانی که برای گرامی داشت از روز مادر و خریداری تحفه به کوچه گلفروشی شهر نو آمدند، انگشت شمار هستند و از جنب و جوش خریداران گل در این کوچه کاسته شده است. سوما اسلمی که میخواهد با خریدن گل این روز را ارج بگذارد میگوید که گرامی داشت از روز مادر برایش متفاوت تر از سالهای دیگر است. جشن گرفتن امروز خیلی سخت‌تر نسبت به سالهای گذشته، چون همه در قرنطینه هستند و همو دید و بازدیدها نسبت به سالهای دیگه خیلی کمتره. اما ارج گذاری به این روز برای تمیم که چند عضو خانواده‌اش بیمار هستند بهانه‌ای برای از میان برداشتن پریشانی‌های روانی و تجرید خانگی است. می خواهیم یک جشن کوچک برگزار کنیم به خاطر که روی خانواده و روی خودمو بهبود یابد و خوب شود و امیدوار هستیم که بخیر هر چی زودتر ویروس از بین بره. شهروندان امیدوار هستند که به زودی از این دشواری ها گذر کنند و دیگر مادران قربانی خشونت و نابسامانی ها در کشور نباشند. روز مادر روزی است که واقعا یعنی تنها صرف یک روز ندارم مادر. و بر ما هر لحظه و هر دقیقش ارزش داره. با یک چادر و یک چیز بسیار کم هم اگر ما بتانیم دل مادر خود به دست بیاریم و اونا را یک خوشی چند لحظه ای هم بتیم. به نظرم بسیار گپ کلان است. یک کشوری داشته باشیم که دیگه هیچ نارومی حتی از فکر مم نبیه. تصور از یه روم نکنیم که ما یک روز شاید یک روز خراب باشیم. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، مرگ و میر مادران، چالش‌های اقتصادی و جانباختن نانآوران خانواده‌ها در نبردها با گروه‌های جنگجو و رویدادهای هراس‌افکنانه به دشواری‌های زندگی زنان و ویژه مادران در کشور افزوده است. ادامه خبرها. 40 میلیون کودک پاکستانی از دسترسی به واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان بازماندند. بر بنیاد گزارش ها همه گیر شدن ویروس کرونا در پاکستان و کاهش خدمات در بخش های دیگر صحی و بهداشتی انجامیده و قطع شدن واکسین پولیو در مرکز های درمانی یکی از این موارد است. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. پس از ثبت 45 رویداد مثبت ویروس کرونا در جنوب شهر بیجینگ، 11 ساختمان رهایشی در این بخش پایتخت چین قرنطینه شدند. مقام‌های محلی می‌گویند که شیوع ویروس کرونا در این منطقه به یک فروشگاه گوشت در نزدیک آن پیوند دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از چندین هفته انزوای خانگی در مراسم روز ملی روسیه حضور یافت. او برای نزدیک به یک ماه در انزوا بود و در مراسم روز ملی روسیه درباره تغییرات در قانون اساسی این کشور سخن گفت که با عملی شدن آنها پوتین خواهد توانست تا سال 2036 میلادی در قدرت بماند. شرکت‌های نساجی و خیاطی‌ها در فرانسه می‌گویند که 20 میلیون ماسک قابل شستشو دارند که هنوز به فروش نرفتند. این شرکت‌ها از حکومت فرانسه می‌خواهند که برای آنان بازار بیابد. با این همچند خبر اقتصادی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از وزارت مالیه می خواهد که برای جلوگیری از فساد در گمرک های کشور اقدام جدی کند. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مراسم بهره برداری از مرکز نظارت گمرک ها در معینیت عواید و گمرک ها می گوید که گزینش افراد پاک می تواند جلوه 7 میل درآمد های ملی را بگیرد. از سوی هم معین عواید و گمرک ها می گوید که 375 کمره نظارتی را در 5 گمرک کشور نصب خواهند کرد. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد. در مراسم بهره برداری از نخستین مرکز نظارت از گمرک ها که در معینیت عواید و گمرک ها ایجاد شده است، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که با وجود تلاش های ابد ساله حکومت برای حل مشکلات فساد در گمرک ها، هنوز هم چالش های بزرگی در این بخش وجود دارند.
غیر از اینکه در معینت گمرکاتی کنترل سنتر خود بود، ما یک سلسله اسکرینا را برای رهبری وزارت مالیه در اوجه هم نصب خود کردیم که این ارقام و دیده ها در اوجه هم انعکاس پیدا کنند. باید متحد او پاک کسان به گمرکاتی که اوسی چه بعضی کچیر پاک او متحد کسان نوی زفکر نکوم چه زر کامره هم نصب که در طولشان پشک مشکلات کشه. در همین حال رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان یک بار دیگر میگوید که فساد در گمرک ها و حیف و میل درآمد های ملی در این اداره ها به اوج رسیده است. در امریکای سفارت سره جلسه و در امریکای سفارت معاون یو جستاسی وای دغه سمره فساد ده هغه سره دغه فساد تشویش و منګ سره هغه سم ته کم ځای کې منګ سم تشویش هغه مرتبه کوته کړو. همزمان با کاهش درآمد های ملی، نگرانی ها از افزایش فساد در گمرک های مهم کشور رو به افزایش بودند. دیدبان شفافیت میگوید که حکومت افغانستان به ویژه وزارت مالیه باید برنامه های بزرگ و روشنی را برای جلوگیری از عیف و میل درآمد های ملی در گمرک ها روی دست گیرد. وزارت احیا و انکشاف دهات از عملی ساختن یک پروژه کوچک تولید برق خورشیدی در ولسوالی تختپل کندهار خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که این پروژه در چارچوب برنامه میثاق شهربندی عملی خواهد شد که در حدود 4.5 کیلووات برق تولید خواهد کرد. یما سعیدی، مجزن حرفه‌ای افغان مقیم آلمان، توانست حریف خود را شکست بدهد. این مجزن حرفه‌ای کشور که در آلمان زندگی میکند، دیشب در برلین موفق شد جس پینسر از کشور گانا را در 8 راوند و بر اساس امتیاز شکست بدهد و 17مین پیروزی خود را به دست بیاورد. سعیدی تا حالا 18 بازی حرفه‌ای مجزنی انجام داده است که 17 پیروزی و یک شکست در کارنامه دارد. فردین یکی از استعدادهای جوان فوتبال افغانستان با آکادمی تیم سویا پیوسته است. او یک سال قبل مورد توجه استدیابان سویا قرار گرفته بود. فردین که یک سال قبل در آکادمی فوتبال اسپانیا در سویدن بازی میکرد، در یک گردگاه تمریناتی مشترک با تیم نوجوانان باشگاه سویا عمل کردش مربیان و استعدادشناسان این باشگاه را تحت تاثیر قرار داد تا او را در اسپانیا دعوت نمایند. فردین حالا با خانواده‌اش در شهر سویا اسپانیا حضور پیدا کرده است تا فوتبال خود را در آکادمی نوجوانان این باشگاه در اسپانیا به پیش ببرد. اکنون برنامه های تلو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا.نت و اپ دریا نیز قابل دسترسی است. وقت بخیر.